حماسه های آخر الزمان رو کیا درست میکنن؟ کسانی که دارای روح با عظمتی شده باشن. حالا ببین اهل بیت ما رو چجوری بزرگ میکنن. ای خدای من، چه کارای ذوقی اهل بیت کشته منو به خدا. من ارتبط دابتن متوقعا بهی امرنا و یقید و بهی عدوونا. فرماید هر کی یه اسبی رو تهیه کنه، نگر داره اسب رزمی باشه، بگه این مرکب منه برای ظهور، آقام بیاد میخوام از این استفاده کنم، و غیظ نسبت به عدو و اهل بیت داشته باشه. و هو منسوب الینا، شیعه ما باشه ها، یا آدمی که منسوب باشه به ما. خدا چیکارش میکنه؟ ادر الله رزقه، خدا رزق این آدم رو فراوان میکنه. و شرح صدره، شرح صدر بهش میده، بزرگش میکنه، چون تو برای یک هدف بزرگ یک اقدام کوچک انجام داده ای. و بلغه و بلغه عمله، خدا او رو به آرزوش میرسونه. مگه تو نمیخواستی مهدی ما رو یاری کنی؟ اگه بمیری هم زندت میکنه. بلند شو ببینم، بلند شو، یه کار داریم. رفتی بهش تو بین هوریا لم دادی برای خوده، من نمیخواستی میای. و کان عونن علا حوائجه، و کمک میکنه خدا حوائجشو. خدا به ملائکش میگه این دیگه انسان بزرگی شد، دیدید برای یک هدف بزرگ یه کار کوچیک انجام داده، این دیگه مال خودمه، کاراشو راست و ریس بکنید، نذارید درگیر بشه. ادر الله رزقه، رزق خدا برش میباراند، میریزه سرش رزقشو، بگی ببر، تو بزرگ شدی برای یه هدف بزرگ. من میخوام امشب به شما یه آدرس بدم، برید یه اسب بخرید برای ظهور آماده بشید. آماده هستید یا نه؟ اسب از نوع این زمانیش. آقا حاضرید یا نه؟ خب میخوام کلاس مکالمه زبان عربی بگذاریم. برای چی مکالمه یاد میگیرید؟ برای ظهور. واقعا حالا معلوم نیست ظهور بشه، حالا ما خودمون رو یه کار کوچولو می‌خوایم بکنیم برای ظهور دیگه، میمیریم دیگه، بعد زندمون میکنن. من تو زحمت کشید آه، یه کاری بکن، یه اسبی، یه شمشیری، یه تیری، یه نیزه‌ای، تو روایت ها هست یه تیر نگهدار، یه کاری بکن. آخه تو هیچ کاری نمی‌کنی، هیچ اصلا اثری، بوی، نسیمی، عطری. حالا امام کاظم علیه السلام، الهی دورش بگردم، امام کاظم علیه السلام میدونه که زمان ظهور دیگه زمان ماشین و طیاره است. اون میدونه داره چی میگه، شما هم بفهم داره چی میگه. میفرماد یه زمانی این روایت ما به دست کسانی میرسه که با اسب میبرن ور نمیرن، ولی شعورش رو دارن که وقتی ما میگیم اسب یعنی یه کاری بکن. یعنی واقعا شما میخواید تو اربعین با این مردم خونگرم عراق صحبت نکنید؟ نفهمید اونها احساساتشون چیه؟ هی میخوای بری جلوش میگه هبا هبا هبا، چی میخوای بگی؟ یه مکالمه عربیه دیگه. آقا ما اسب گیرمون نیومد، ولی مرکب زبان رو خواستیم را بندازیم به عشق شما. اینا جهت‌های تربیتی داره، تو رو بزرگ میکنه، چون ما میخوایم حماسه های آخر الزمان رو برقرار کنیم. حماسه های آخر الزمان اولین ویژگیشون این بود که انسان جهانی باید باشه، جهان اندیش باید باشه.